بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، شاگردان عزیز و نازنینم سلام. امیدوار هستم که خوب، خوش، صحتمند، تندرست و پر انرژی باشین. من فاطمه رضوانی، استاد مضمون بیولوژی شما هستم. دوستان نازنینم، با ادامه مبحث های گذشته از بیولوژی صنف 11 ما امروز وارد فصل 10 از بیولوژی صنف 11 خود میشیم. ما در فصل های گذشته در مورد حیوانات و انواع حیوانات گپ زدیم. از این گفته بودیم ما حیوانات را به دو گروه، حیوانات فقاریه و حیوانات غیر فقاریه تقسیم میکنیم. مبحث حیوانات غیر فقاریه را خلاص کردیم و حیوانات فقاریه را خودش را تقسیمات را انجام دادیم و اینا را به 5 گروه تقسیم کردیم. گروه ماهیان بود، گروه زو حیاتن یا زو معیشتن بود، گروه خزندگان بود، گروه پرندگان بود و در نهایت هم گروه پستانداران بود که ما هر 5 گروه را خواندیم و معلومات کافی در این باره را به شما دادیم. امروز در فصل 10 از بیولوژی صنف 11 خود ما وارد یک مبحث جداگانه میشیم، یک بحث خیلی جذاب، خیلی دلچسب و خیلی دوست داشتنی است. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشین دوستان نازنین. در این فصل از بیولوژی خود ما در مورد سیستم های حیوانات فقاریه گپ میزنیم. اول میریم سر اینکه خود سیستم چی را میگن تا اینکه بفهمیم که در حیوانات فقاریه سیستم ها به چه صورت است. دوستان نازنین، از بیولوژی صنف 7 خود حتما به یاد دارین که ما کوچکترین واحد ساختمانی و وظیفوی در بدن موجودات زنده را به نام چی یاد میکنیم؟ همگیتان به ما جواب بدین. آفرین به تمامتان، به نام حجره یاد میکردیم. مثلی که وقتی ما میخواییم یک دیوار را بنا کنیم، وقتی از دیوار بریم و کوچکترین واحدی که این دیوار را ساخته پیدا کنیم، ما در نهایت به یک خشت میرسیم. این خشت کوچکترین واحد ساختمانی همو دیوار است. در بدن موجودات زنده، چه انسان ها باشن، چه حیوانات باشن، چه نباتات باشن، همی کوچکترین واحد های ساختمانی هم از لحاظ ساختمان و هم از لحاظ وظیفه را ما به نام حجره یاد میکنیم. پس دوستان نازنین، در ابتدا ما از یک حجره شروع میکنیم. حالا فرض کنید ما یک تعداد از حجرات را پهلو در پهلوی یکدیگر قرار دادیم. این کدام حجرات باشن؟ حجراتی که یک وظیفه مشترک، یک وظیفه معین را همراه یکدیگر دارن و در نهایت هم به یک هدف مشترک همراه یکدیگر گروه بندی میشن. پس یک گروه از حجرات که وظیفه مشترک و مشخص را داشته باشند را ما یک نام مشخص میدیم برش و به نام نسج یاد میکنیم. پس گروه حجرات را یک جای کردیم و ما نسج را ساختیم. این دفعه یک گروهی از انساج را همراه یکدیگر یک جای می‌کنیم. اون گروه از انساج که وظیفه مشترک و وظیفه مشخص و خود را دارن و این دفعه نامش را یک عضو می‌مانیم. پس عضو گروهی از انساج است، از نسج ها ساخته شده و این دفعه باز هم یک قدم پیشتر میایم و ما چندین عضو را همراه یکدیگر یک جای میکنیم. چندین عضو که به صورت مشترک همراه یکدیگر کار کنند و در نهایت یک هدف مشخص و مختص به خود را داشته باشند و ما این دفعه نامش را چی میمانیم دوستان نازنین؟ و یادتان بیارین؟ آفرین به تمامتان، و ما نامش را سیستم میمانیم. پس رسیدیم به درس امروزی ما که در مورد سیستم ها هست. دوستان نازنین، سیستم چی است؟ یک مجموعه ای از اعضا هست. چندین عضو همراه یکدیگر ایجاد میشن، گفتیم که سیستم را میسازند. بدن موجودات زنده، انسان ها، حیوانات، نباتات از سیستم های مختلفی ساخته شده. دوستان نازنین، ما درس ما به صورت مشخص سر حیوانات است و باز هم به صورت مشخص خستر سر کدام حیوانات؟ سر حیوانات فقاریه. ما سیستم های حیوانات غیر فقاریه را در فصل جداگانه و مربوط به خودش خواندیم. در فصل 10 که موضوع درس امروزی ماست، ما در مورد سیستم های حیوانات فقاریه می‌خوانیم. حیوانات فقاریه هم مثل سایر حیوانات بدنشان از سیستم های مختلف و سیستم های جداگانه ساخته شده. این سیستم ها یکی به یکی دیگه ارتباط دارند و یکی به یکی دیگه نیازمند هستند. طور مثال بدن این حیوانات از سیستم هاضمه ساخته شده، سیستمی که مواد غذایی در تای او سیستم هضم و جذبش صورت میگیره و به دیگر نقاط بدن انرژی لازم و ماده غذایی لازم را تهیه میکنن. خب بر علاوه که این سیستم هاضمه در بدن اینها قرار داره، اینها سیستم تنفسی را دارن. بر علاوه که به خاطر ساختن انرژی به مواد غذایی ضرورت دارن، اینها به اکسیژن هم نیاز داره بدنشان. پس سیستم تنفسی هم در بدن این حیوانات مهم است. سیستم دیگه دارن، اینها مواد غذایی را میگیرن اما باید این مواد غذایی را اطراح کنند. موادی که اضافه‌ای که در حجراتشان تولید میشه از بدن خارج بسازند، دفعش کنند. پس اینا به سیستم اطراحیه نیاز دارند. اینا سیستم دوران خون دارند که از قلب و رگ‌های خونی انواعش و خون ساخته شده.
پس ببینین که سیستم های مختلفی که ما تنها از چند نوع محدودش گپ زدیم در بدن این حیوانات فقاریه قرار داره. دوستان نازنین، این سیستم ها دست به دست هم یک جای کار میکنن تا بتونن که این حیوان فقاریه زندگی مطلوب و زندگی خوبی را داشته باشه و زندگیش سازگار باشه با محیط اطرافش. پس این سیستم هایی که در بدنشان قرار داره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. اگر یکی از این سیستم ها مختل شود، زندگی حیوانات فقاریه هم مختل میشه و دیگه اینا قابلیت زندگی را در محیط زیست ندارن. پس تمام این سیستم هایی که بدن حیوانات فقاریه را ساخته از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هستند و درس امروز را با دقت گوش کنین. ما در درس امروزی ما در مورد انواع این سیستم ها میخوانیم و در مورد هر سیستم بر شما معلومات کافی را میتیم. پس دوستای نازنین با ما همراه باشین، میریم به طرف سلاید ها، تصاویر سیستم ها را همراه یک دیگر میخوانیم و معلومات بیشتر را در مورد هر کدامش به دست بیاریم. اما در بین سیستم ها اول از یک سیستم بسیار جالب و جذاب شروع میکنیم که شکل بدن را، ساختمان بدن را، حرکت ها را کمک میکنه و سهولت میبخشه. و نظرتون کدام سیستم باشه؟ بریم ببینیم که تصویرش کدام سیستم هست. بله، شما چی را میبینید در این تصویر؟ سیستم اسکلتی را. آفرین به تمام شما. سیستم اسکلتی اولین سیستمی است که ما در حیوانات فقاریه میخوانیم. اما این سیستم چی است و از کدام ساختمان ها تشکیل شده؟ دوستان نازنین، شما ببینید در این تصاویری که در سلاید تمامتان مشاهده میکنید، ساختمان های اسکلت را میبینید. این که اسکلت از کدام بخش ها ساخته شده؟ کاسه سر را شما در تمام این حیوانات مشاهده میکنید. کاسه سر را در تمامشان ببینید. تیر کمر تمام اینها را ببینید. استخوان هایی که ساختمان هایی که اعضای حرکی اینا را، پاها را ساختن را دقیقا مشاهده میکنید و تمام این استخوان هایی که داخل بدنشان را تشکیل داده، تمام این ساختمان هایی که در داخل بدنشان قرار داره قبرقه هایشان را ببینید. تمامشان وقتی همراه یکدیگر یک جای شوند، یک سیستمی را میسازن که به نام سیستم اسکلتی یاد میشه. خب دوستان نازنین، این اسکلت در حیوانات فقاریه میتونه که اسکلت داخلی باشه، میتونه که اسکلت خارجی باشه. اسکلت داخلی از غضروف و از استخوان‌ها ساخته شده. بعضی از حیوانات در این گروه حیوانات فقاریه میتونن که اسکلت داخلیشان از غضروف ساخته شده باشه، اما تعداد بسیار زیادی از این حیوانات اسکلتشان از استخوان‌ها ساخته شده. به عنوان اولین کارخانگی این درستان شما میرین تحقیق میکنین که کدام حیوانات اسکلت داخلشان از غضروف است و کدام حیوانات از استخوان ها است. خب میریم سر ادامه درس. دوستان نازنین، اسکلت خارجی نموی حیوانات را محدود میسازه. طور مثال ما در حیوانات فقاریه در بخش حیوانات مفصلیه خوانده بودیم که اینا اسکلت خارجی دارن و به همین خاطر است که نموی بدن اینا محدود از حیوانات خرد هستند. اما در حیوانات فقاریه ما اسکلت داخلی را بیشتر داریم. این اسکلت داخلی گفتیم از غضروف و استخوان‌ها ساخته شده، اما نمو را محدود نمی‌کنه. میتونن که نموی بسیار زیادی حیوانات داشته باشن. به همین خاطر است که ما در بخش حیوانات فقاریه میتونیم حیوانات با جسامت‌های بسیار کلانی را هم مشاهده کنیم. دوستان نازنین، ادامه درس اسکلت‌ها را پیش می‌ریم و مثال می‌دهیم. طور مثال ما می‌ریم سر اسکلت بقه. شما در این تصویر یک بقه را میبینید که وقتی جلد بقه را اوسو کردن تا اسکلتش بر ما بسیار واضح معلوم شود به این تصویر رسیدیم. شما اسکلت و لکه های خونی را در این تصویر میبینید. خود بقه، اسکلت بقه، ساختمان اسکلتیش از کدام ساختمان های دیگه ساخته شده؟ شما در این قسمت استخوان سر را میبینید. در سر بقه کمربند شانه ها را میبینید. بر علاوه این تیر کمر بقه ها هست، لگن خاصره هست در بقه. پاهای بقه هستند، استخوان‌هایی که در پایشان قرار دارند. اینا در مجموع اسکلت بقه را می‌سازند. شما دقیقا مشاهده کنین، بازم تمرکز کنین، ویدیو را یک دقیقه قطع کنین و به شکلش دقت کنین تا این بر شما ذهن‌نشین شود کاملا. اسکلت بقه را مشاهده کردین. دوستان نازنین، می‌ریم سر اسکلت پرندگان. شما در این قسمت یک تصویر پرنده را و باز هم عمو قسم واضح می‌کنین، می‌ریم داخل پرنده‌ها تا برسیم به ساختمان اسکلتیش. شما در این قسمت می‌بینین که از استخوان‌های خاصی ساخته شده که به بدن پرندگان یک شکل خاصی را میده. سر پرندگان از استخوان‌های نازک‌تر ساخته شده. شما در این قسمت منقار را می‌بینید. اسکلتی که مهره‌های
گردن پرندگان را میسازه متحرک هستن، یعنی از مهره های متحرک ساخته شدن. ما در درس پرندگان به شما گفتیم که پرندگان این ویژگی را دارن که گردنشان را به هر طرفی که بخواین حرکت بدن و این ویژگی به خاطر ساختمان خاص همین مهره های که در گردن اینها قرار داره است. همچنان شما تیر کمر را میبینین، تیر کمر همراه لگن خاص را وصل است. یک قسمت از این کمرشان به استخوان که در پیش روی بدن پرندگان هست که با به نام استخوان استرنوم یادش میکنیم. در انگلیسی برش میگن استرنوم یا استخوان جناق که شاید اکثریت تان شنیده باشین. این استخوان استرنوم یا همی جناق که پیش روی بدن پرنده را گرفته شکل کشتی مانند را داره. این شکل خاصه ای استخوان به خاطر چی است؟ در پرواز پرنده به حفظ توازن کمک میکنه. پس بازم میبینین که اسکلت ها به خاطر حرکت و خاطر پرواز در ساختمان پرندگان یک رول بسیار مهم می دارن. باز هم شما اسکلت را در قسمت پاها میبینین و به صورت عمومی شما میتونین این تصویر را دوباره ویدیو را قطع کنین و قسمت های مختلف اسکلتی در پرندگان را دقت کنین خوب تا برایتون این موضوع باز هم ذهن نشین تر شود. پس این شده از اسکلت پرندگان دوستای نازنین. شما در این تصویر اسکلت پشک را میبینین. ببینین یک تصویر پشک را داریم، باز هم جلد پشک را باز کردن تا برسن به ساختمان اسکلتیش و یک قسمت اسکلتی پشک را در قسمت پایینی تصویر ببینین. حالت سرش را، حالت گردنش را، حالت قفس سینهش را، دومش، پاهاش را، تمامش را دقت کنین. اینا تماما جزء سیستم اسکلتی به حساب میاین که خود این سیستم اسکلتی یکی از سیستم های مهم در حیوانات فقاریه و در این تصویر یکی از سیستم های بسیار مهم در ساختمان پشک هست. خب دوستای نازنین، میریم طرف یک ساختمان بسیار مهم دیگه که بازم یکی از بخش های بسیار عمده و بسیار مهم در بدن حیوانات فقاریه است که به نام عضلات یاد میشه. خب دوستای نازنین، شما در این تصویر عضلات را میبینین که بخش بسیار زیادی از بدن حیوانات فقاریه را پوشانده و در بدن حیوانات فقاریه نقش خیلی مهمی را هم داره. اما از نقشش گپ زدیم، بیایم بگیم که چه فایده ای داره در بدن حیوانات فقاریه. فایده ای عضلات این است که در ساختن شکل بدنشان رول بسیار عمده دارن و همچنان بر علاوه ای که در ساختمان در همون شکلشان رول دارد، در حرکت و این حیوانات فقاریه خیلی کمک میکنند. پس عضلات دوستان نازنین یک ساختمان خیلی مهم در بدن حیوانات فقاریه است. عضلات از حجرات خاصی ساخته شده که قابلیت انبساط و انقباض را دارند و باعث بعد از این عملی انبساط و انقباضشان میتونند که قابلیت حرکت را به این حیوانات فقاریه بدن. دوستان نازنین، از لحاظ ساختمان ما عضلات را به سه گروه تقسیم میکنیم. شما در این تصاویر در سلاید ها میبینید یکی عضله قلبی است که قلب این حیوانات فقاریه را تشکیل داده. یکی عضلات صاف هستند یا اسموت مسل ها هستند که در این قسمت می و عضلات صاف ساختمان اعضای داخلی در این بدن ای حیوانات فقاریه را پوشانیدن و این عضلات هم سهم خیلی بارزی در ساختن بدن این حیوانات فقاریه را دارند. اما نوع سوم عضلات را شما میبینین عضلات اسکلتی هستند که اینا اکثرا در اعضای حرکی قرار دارن، میتونن قابلیت حرکت را به این حیوانات بدن. این تقسیمات که به سه نوع تقسیم کردیم، عضله قلبی گفتیم، عضلات صاف گفتیم، عضلات اسکلتی گفتیم، از لحاظ شکلشان است، از لحاظ ساختمانی است. اما از لحاظ کار و وظیفه ما باز هم عضلات را به دو گروه دیگه تقسیم میکنیم، عضلات ارادی و عضلات غیر ارادی. طبعا مثلا دوستان نازنین اسکلت المثل ها یا عضلات اسکلتی خودشان جز گروه عضلات ارادی قرار میگیرن، یعنی حیوان فقاریه به اراده خود میتونه این عضلات را حرکت بده یا این عضلات را حرکت نده و نیازی به حرکت این عضلات نداشته باشه، یعنی به اراده خود عمو حیوان صورت میگیره. طور مثال وقتی که حرکت میکنه میدوه، این عضلات را تقلص میده، انقباض میده به اراده خودش. اما دو نوع دیگه که گفتیم عضله قلبی است، عضلات صاف هستند، اینا جز عضلات غیر ارادی قرار میگیرند و حرکاتشان به اراده خود عمو حیوان نیست، به صورت نیاز بدن به صورت اتوماتیک خودشان عملیه انبساط و انقباض را انجام میدن نظر به نیاز و ضرورت های بدن. پس ما خواندیم که عضلات نظر به
شکل ساختمانیشان به سه گروه تقسیم شدن و نظر به کار و وظیفهشان به دو گروه ارادی و غیر ارادی تقسیمشان کردیم. دوستان نازنین، اگر از عضلات باز هم یک قدم پیشتر بریم و یک سیستم دیگر رو شروع کنیم، میرسیم به سیستم هاضمه. سیستم هاضمه هم یکی از سیستم‌های بسیار بسیار مهم در حیوانات فقاری است. حتما این قسمت را با دقت بسیار زیادی گوش بگیرید. خب بریم به طرف درس ما. سیستم هاضمه از چند بخش ساخته شده دوستان نازنین، طوری که شما در سلاید هم میبینید. سیستم هاضمه از دهن شروع میشه و بعد از دهن حلقوم قرار داره. از حلقوم که پیش بریم مری هست، میده هست، روده های کوچک هست، روده های کلان هست و در نهایت هم جگر و پانکراس ساختمان های کمکی برای سیستم هاضمه هستند. در دهن زبان قرار داره، دندان ها قرار داره، غده های لعابیه در اطراف دهن قرار دارن که لعاب دهن را افراز میکنن. بعد از دهن حلقوم قرار داره، بعد از حلقوم مری است که نلی است که همی دهن حلقوم را به میده که یک ساختمان کیسه مانند هست ارتباط میده. در میده عملیه هست شروع میشه، روده های کوچک و کلان به خاطر هضم و جذب هستن. روده های کلان در نهایت به همون مخرج ختم میشن، مواد هضم ناشده، مواد اضافی از طریق همین مخرج خارج میشه از بدن. و جگر و پانکراس هم ساختمان های کمکی به خاطر سیستم هاضمه و عملیه هضم هستند که موادشان را در داخل یک قسمت از روده کوچک میچکانند و باعث میشن که برای عملیه هضم کمک کننده باشن. یعنی خودشان جز سیستم هاضمه نیستن، بلکه ساختمان های کمکی به خاطر سیستم هاضمه هستند که برای سیستم هاضمه ما فایده بسیار زیادی دارن. پس چیزی که در این سلاید یاد گرفتیم، ما ساختمان سیستم هاضمه را یاد گرفتیم که از کجا شروع میشه، از دهن شروع میشه و به کجا ختم میشه، به روده های کلان و در نهایت به مخرج ختم میشه. دوستان نازنین، میریم طرف مثال های سیستم هاضمه در انواع حیوانات فقاریه. شما در این تصویر سیستم هاضمه بقه را میبینید. خب دقت کنین به تصویر. سیستم هاضمه بقه از کجا شروع میشه؟ از دهان شروع میشه. گفته بودیم که سیستم هاضمه از دهان شروع میشه. بر کلتان هم معلوم است که شما غذایی که میخورین در داخل دهانتان قرار میدین یا کدام قسمت دیگه، معلوم دارست. پس از سیستم هاضمه از دهان شروع میشه. بعد از دهان دوستان نازنین حلقوم باز به میری میرسیم. این ساختمانی که شما میبینین میری است. میری در نهایت به معده وصل میشه. شما در این تصویر معده را میبینین که یک ساختمان کیسه مانند را داره. بعد از معده امعا قرار داره. روده های کوچک است، روده های کلان است. قسمت آخر روده های کلان به نام رکتم یاد میشه دوستان نازنین، که مهم است. مواد غذایی در اون قسمت جمع میشن، نگهداری میشن و بعد از رکتم در نهایت به کلواکا که همو قسمت مخرج هست که مواد از او طریق خارج میشن. کدام مواد؟ موادی که قابلیت هضم و جذب نداشته باشن در داخل بدن و موادی که اضافه و بیکاره باشن و به خاطر بدن مفید نباشن، برای بدن فایده ای نداشته باشن، در نهایت از بدن همین حیوان فقاریه که آل ما سر بقه هستیم خارج میشه. پس این شد از سیستم هاضمه بقه. اما میریم طرف سیستم هاضمه پرندگان. دوستان نازنین، شما در این تصویر سیستم هاضمه در پرنده میبینین. باز هم از دهان شروع میشه. شما تصویر دهان میبینید. بعد از دهان مری قرار داره. یک کمی ساختمان هاضمه در پرنده یک تفاوت های بسیار جزئی داره. خوب دقت کنید. ببینید بعد از مری اول به جاغور میرسیم. جاغور جایی است که مواد غذایی در اونجا جمع میشن، نرم میشن، در اونجا نگهداری میشن برای مدتی. بعد از او به معده اولی، باز به سنگدان میرسیم. شما در این تصویر سنگدان را مشاهده میکنید. بعضی از پرندگان جاغور و سنگدان را در ساختمان خود ندارن. این هم به عنوان دومین کارخانگی شما پیدا میکنند که کدام پرندگان جاغور و سنگدان در ساختمان خود ندارن و دلیلش چرا. این در کتابتان هم ذکر شده، به صورت یک نکته خیلی باریک گفته شده. شما برید معلومات اضافی را هم در این باره پیدا کنید. بعد از ساختمان سنگدان شما میبینین امعا قرار داره. خود امعا بدون او بود و بعد از امعا بالاخره مواد از طریق همین ناحیه کلواکا که ما چندین بار ازش نام بریم، همون نقطه مخرج است که از او قسمت مواد خارج میشه. خب دوستان نازنین، یک نکته‌ای که در مورد کلواکا باید بگوییم چی است؟ این است که ببین، بریم به طرف تخته دوستان نازنین. بعضی از انواع حیوانات فقاریه که اونا کدام انواعش هستن بریم به این تصویر نوشته کنیم. ماهی ها، ماهیان، زوحیاتین، خزندگان،
و پرندگان. این چهار نوع از حیوانات فقاریه که چهار نوع ابتدایی حیوانات فقاریه را می سازند، ادرارشان را، مواد فاضلهشان را، حجرات جنسی را از طریق همین ساختمانی که ما به نام کلواک ها یاد کردیم و شما چندین باری را شنیدین خارج می سازند از بدن. اما دسته آخری که به نام پستانداران یاد میشه، پستانداران، اینا خودشان ساختمان‌های مشخص را بین نوشته کنیم، ساختمان‌های مشخص را به خاطر دفع یا به خاطر خارج ساختن این مواد دارن، ساختمان‌های جداگانه را دارن. به همین خاطر است که ما از کلواک‌ها در پستانداران نام نمی‌گیریم، بلکه در چهار دسته ابتدایی شما می‌بینین که در ساختمان بدنشان همین نواحی کلواک‌ها موجود است. خب دوباره بیایم به طرف تخته و ما این دفعه در پرنده‌ها همین ساختمان کلواک‌ها را مشاهده کردیم که در آخر سیستم هاضمه قرار داره و از همین طریق مواد خارج میشن. خب دوستان نازنین، سیستم هاضمه پستانداران به چه صورت است؟ پستانداران ما گفته بودیم میتونن دسته علف خوران باشن، میتونن دسته گوشت خوران باشن، میتونن دسته ما بگوین دسته آخریشان کدام دسته بود؟ آفرین به تمامتان، دسته همه چیز خوران بود که هم از علف، هم از گوشت و هم از تمام چیزهایی که در اطرافشان هست با عنوان ماده غذایی استفاده میکنن. حیواناتی که علف خور باشن اکثرا منبع انرژیشان سلولوز هست. دوستان نازنین، سلولوز ماده که هست که هضمش در داخل بدن بسیار سخت است و این حیوانات انزایمی که بتونه این سلولوز را هضم کنه در داخل بدن خود ندارن، بلکه به وسیله انزایم های باکتری هایی که در داخل بدنشان قرار داره این سلولوز را جذب میکنن، هضم و جذبش را انجام میدن و از او به وسیله امو انرژی را تولید میکنن. چیز دیگه جالب در مواد این حیوانات که از علف استفاده میکنن این است که معده ایشان نشخوار کننده است. به چی معنی؟ معده حیوانات را، مثلا گاو را یا شتر را یا حیوانات دیگه ای که جزء دسته قرار میگیرن را، ما معده ایشان را به چهار بخش تقسیم میکنیم. وقتی اینا از علف تغذیه میکنن، امی علف میای در بخش اول معده ایشان قرار میگیره. اینو بعد از مدتی ماده ای که خوردن را پس به داخل دهان خود داخل میگیرن، در اونجا عملیه نشخوار معده کردن را انجام میدن و باز بعد از این که ماده غذایی را معده کردن دوباره او را داخل معده خود میفرستن، رایی میکنن و ببینن که معده ایشان یک قابلیت جالبی را داره که دیگه حیوانات این توانایی را ندارن. پس شما در این تصویر یک حیوان پستانداری را دیدن که جز دسته علف خوران قرار می گیرن. اما یک نوع پستانداران دیگر را گفته بودیم که گوشت خوران هستند و این پستانداران گوشت خوران ساختمان دندانهایشان متفاوت است. دندانهای انیابشان بلندتر، نکتیستر و قویتر است، میتونن گوشت را، همون ماده غذایی را که می خورن به خاطر که گوشت خوران هستن، همون گوشت را به وسیله همین دندانهای خود پاره کنن، او را به اجزای کوچک تر توته کنن و بعد از او بتانن که او را قرد کنن و عملی هضم و جذبش را انجام بتن و باقی سیستم هاضمه‌اش را مثل سایر حیواناتی که گفتیم از دهن شروع می شد، به حلقوم می رسید، مری بود، معده بود، امعای کوچک، امعای بزرگ بود و در نهایت هم از طریق راه‌های جداگانه از بدن اونا را خارج می ساختن. خب دوستان نازنین، این بود از درس امروز ما در مورد سیستم های حیوانات فقاریه. ما اول در مورد سیستم گپ زدیم که خود سیستم چی است و گفتیم که سیستم های مختلفی در بدن حیوانات فقاریه قرار داره و این سیستم ها دست به دست هم میتن و باعث میشن که این حیوان فقاریه قابلیت زندگی کردن را پیدا کنه. ما در مورد چند سیستم محدودش در این درس ما خواندیم، در مورد سیستم اسکلتی گپ زدیم، در مورد عضلات گپ زدیم و در مورد سیستم هاضمه گپ زدیم. ویدیوی آینده ما را هم حتما مشاهده کنین در مورد باقی سیستم هایی که در حیوانات فقاریه قرار دارن، در مورد سیستم دوران خون، در مورد سیستم تنفسی، در مورد سیستم اطراحیه، در مورد سیستم عصبی و در مورد سیستم های مختلف دیگر در ویدیوهای بعدی ما انشالله گپ میزنیم و معلومات جالب را به شما ارائه میکنیم. دوستان نازنین، حتما کارخانگی هایتان را انجام بتین تا درس ها برایتان جذاب تر شود. تا یک روز دیگر و یک برنامه دیگر شما را به خدای پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.